کردم اینجا، به طور مثال من اینجا تو رو گذاشتم، یه حواستون باشه همه اینا باید توی رو باشن، یعنی اینجا شما این مقدار رو دارید. میخوام یه چیزی رو بذارم، یه سکشن رو بذارم، یه سه ترفند میخوام یادتون برمیگردم یه سکشن کلاس در واقع کل ایکسل 4 و توش هم یه پی قرار میدم، برمیگردم میگم لورم، یه تگ A میگم ریگمور. میخوام چند کلاس جدید رو توی چیز بشنس توی بوت استرپ، کنترل دی کنترل دی. این الان چهارتاشون کنار هم دیگه چی میشن؟ قرار میگیرن، درسته؟ مالا اینجوری قرار گرفتن دیگه، چیز خاصی که ندارم. چهار 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 میشه دوازده. خب بکگراند ایشون هم که سبز، در واقع من کانتینر رو اومدم، کانتینر فلور رو اومدم بکگراندش رو به این شکل کردم. خب من اینا رو پاک میکنم، اصلا شما واقعا نباید کلاسی بیاد استفاده کنید، خودش تا دلتون میخواد کلاس دار. بیام اینجا با یه چیز داشته باشیم الان بی جی، بی جی میشه بکگراند. بکگراند سفید داره، ساکسس داره، اینفو داره، آبی کم رنگ، آبی پر رنگ، پرایمری وایت، دنجر قرمز، دارک لایت، یه خود سکند ترانسپرنت، بی رنگ اصطلاحا، بی تی ان آی چی. پس اینا بکگراند هامونن، کلا با کل بکگراند های بوت استرپ آشنا شدیم. من به این میگم بکگراند وارنینگ باشه، به این میگم بکگراند ساکسس باشه، به اینم برمیگردم میگم بکگراند چی باشه، مثلا اینفو. ببین رنگا رو به ستای مختلف اومدن، داره سایز رو به شما نشون میده، 4 تا 4 تا 4 تا 4 تا 8.33 33 33 33، تقریبا 25% صفحه رو بیشتر، 33 و خورده ای. اگه بیم اینجا بگیم مثلا 4 ضرب در 8.6 تا 1 داره بزنید، 33 و 33 در واقع جمعش رو بکنید میشه 100%، سه تاشون کنار هم میاد. ما اومدم اینجا اینا رو به این شکل قرار دادم. خب بریم با یه سری اتریبیوت یا آپشن توی الان بک‌گراند رو که فهمیدید، با بک‌گراند آشنا شدیم، با یه سری موارد دیگه آشنا میشید. خب نگاه کنید تا دلتون بخواد، این کلاس داره دست شما رو باز میذاره، کلاسش حفظ بشه. من یه چیزی برداشتم 100 خورده کلاسش حفظم که تو کارم خیلی بهم سرعت میبخشه. خب ولی خب خیلی هاشم واقعا حوصله ندارم برم داکیومنتش رو دوباره بشینم بخونم ببینم چه کارهایی رو میشه باشه انجام داده سری کلاساشو، خودم سی اس اس می نویسم. خب ولی لذا خب شما بلد باشین خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. مثل تکستاش، تکست سنتر. خب تکست سنتر رو بذارید، خب طبیعتا ببین چه کارش کرد، کشیدش وسط، یا تکست مثلا رایت. خب رایت بذارید چی میشه؟ میاد سمت راست. تکست لفت داره آیا؟ من به خدا ندیدم لفتش رو، ولی خب تکست لفت هم داره، به صورت بای دیفالت هم لفت هست. خب یه تو وقتی نظری لفتش رو لفت هستش، حواست باشه. پس تکست ها رو به این صورت شما میتونید بیا لفت و رایت و سنتر بکنید. خب این از این. یه مقدار دیگه داره به نام تکست رنگاش، حالا مثلا جاستیفای هم میتونید استفاده بکنید. آیا مثلا من تکست سنتر کردم میتونم جاستیفای رو هم استفاده بکنم؟ ببین دیگه اولیه نمیگه، جاستیفای دومی رو نمیگیره، حواست به این باشه. این تکست ها رو بیم امروز کاملش بکنم. تکست رایت و آپر کیس میاد بزرگ میکنه برات. خب طبیعتا برای همون تکست ترانسفورم بود کپیتالایز میکردیم، میاد اون کار رو برات انجام میده دیگه. آپر کیس هم داره، کپیتالایز داره، اینا رو میتونید استفاده بکنید. تکست بادی، تکست بریک، اینا رو میتونید، تکست دنجر، دارک، دکوریشن، نان، همون تکست دکوریشنی که نان میکردیم، هاید بیاد هایدش بکن، لفت که قرار دادیم، و اینا هم دیگه حالا مواردی هستش که وجود داره، نورپ و پرایمری و اینا رنگ. خب این مواردی که وجود داره مثل تکست وایت. خب من میزنم ببینیم وایت میکنه، یه وایت دیگه داره 50 میاد اوپاسیتیشو میاره پایین. خب اگه 50 یارو دیدی کنارش، یعنی اوپاسیتیشو نصفه بکنم. کلاس هایی هستش که وجود داره استفاده میشه دیگه، دست خودته. کلاس داره به نام ساکسس، تکست ساکسس میزنید سبز رنگ میکنه، تکست در واقع اینفو میاد براتون این رنگی میکنه دیگه، پرایمری میاد این رنگی میکنه براتون دیگه، بلک هم داره اگه شما بلک 50 مثلا 50% نیمه شفاف میکنه.
بقیهش رو هم میسپارم به خودتون، البته چیز خاصی دیگه نمون، اکثرش رو گفتم. میتونی خودتون امتحان بکنید ببینید چه رنگی، مثلا دنجرش هم برو امتحان بکنید چی میشه. قرمز رنگ کنید، یه قرمز خاص. خب اینا رو میتونید ازش استفاده بکنید. پس تکست سنتر و جاستیفای و لفت و رایت رو گفتیم و حالا رنگاش رو هم میتونید انتخاب بکنید، پنجاهیاش هم میتونید انتخاب بکنید و ببینید که تکست ها به چه صورت میان اینجا استفاده میشه. خب این شکل اینا وجود دارن و میتونید ازشون استفاده بکنید. خب این LG و MD اینا هم چیه؟ یعنی اینکه آقا مثلا اگه شما بیاید درگرد بگید تکست MD left، بذار من اینو پاکش بکنم یه دونه مثال بزنم یه کامل میفهمید. این تکست مثلا dash MD left یعنی چی؟ یعنی ببین از مثبت بی‌نهایت تا سر 762 سمت left باش. خب بقیه شو مثلا بیا بشو برمیگردم میگم تکست مثلا رایت. خب این تکست رایت چیه؟ یادتون کالم نمیذاشتیم میگفتیم کل ایکسس رو نمیذاریم اکسترا اسمال، این در واقع هم اکسترا اسمال است، میذاشتیم کل، میذاریم مثلا میگفتم کل سه، یعنی یه سه تا در نظر بگیر اکسترا اسمال، اما مثبت بی نهایت تا اکسترا اسمال میشه. حالا اینو اینجوری در نظر بگیر تا بتون مثال بزنم کامل متوجه بشی. این رو بذاریم من میکنمش سنتر. این یعنی از مثبت بی نهایت تا سر MD چی باش؟ سنتر باش. میام اینجا F5 میزنم، میام اینجا ببینید این هنوز کماکان وسط، میام وسط دقت بکن، وسط الان چی شد؟ لفت شد، رفت سمت لفت. یعنی از مثبت بی نهایت تا سر 768 کجاست؟ وسطه. بقیش تعریف نکردم که، من گفتم تو کجا باش؟ تکست ام دی سنتر، در واقع از مثبت بی نهایت تا 768 بیا وسط وایستان. بقیهش حالا میتونم باش مشخص بکنم، برگرد بگو تکست اس ام، میبینید اس ام داره، اس امشو بکن لفت، اون لفت هست، بکن رایت. هست خودم ها، خودم میتونم تعیین بکنم. ناکن رفت کجا؟ رایت. همین بهتون میگم قشنگ میتونید باش بازی کنید. حالا تا دقیقاً برسه به اکسترا اسمال، اکسترا اسمال شد رفت کجا؟ سمت چپ. برمیگردم میتونم بهش بگم دیگه تکست اکسترا اسمال نداریم، ایکس اس نداریم. خب همین تکست رو مینویسی اینجوری مینویسی و ولش میکنی چی نمینویسی، مثلا برگردم بگم سنتر، این چیه؟ همون اکسترا اسمال است. الان میزنم میبینی اومد مثلا همه مواردی که توی بوت استرپ وجود داره همین شکلی. الان این رو بهت گفتم دیگه برای همه‌شون تعمیم بده، همه‌شون همین شکلی. یعنی اگه اس ام داشت، ام دی داشت، ایکس اس داشت، اینا همه‌شون به این شکل. خب سوال در مورد این تکست‌ها رو گفتیم، بک‌گراند ها رو هم گفتیم، رنگ‌های تکست‌ها رو هم گفتم، مشخص شد به چه شکل هستش. بریم سراغ یه ذره بازی بکنیم با این رید مور، رید مور اینا رو هم یاد بگیر. اینا هم سایزهای مختلف رو بهتون بگم تو فیلم بعدی.